متی فصل بیستم. پادشاهی آسمانی مانند صاحب تاکستان است که یک روز صبح وقت بیرون رفت تا مزدوران برای کار در تاکستان خود بگیرد و بعد از آن که آنها درباره مزد روزانه موافقت کردند آنان را بر سر کار فرستاد. ساعت 9 صبح باز بیرون رفت و کسان دیگری را دید که بیکار در بازار استاده بودند. به آنها گفت بروید و در تاکستان من کار کنید و من حق شما را به شما خواهم داد. و آنها هم رفتند. در وقت چاشت و همچنین ساعت 3 بعد از ظهر باز بیرون رفت و مانند دفعات پیش عده‌ای را به کار گرفت. او یک ساعت پیش از غروب آفتاب باز بیرون رفت و دسته دیگری را در آنجا استاده دید و آنان گفت چرا تمام روز اینجا بیکار استاده اید؟ آنها جواب دادند چون که هیچ کس به ما کار نداده است. پس او به آنان گفت بروید و در تاکستان من کار کنید. وقت غروب شد، صاحب تاکستان به ناظر خود گفت مزدوران را صدا کن و مزد همه را بده. از کسانی که آخر آمدند شروع کن و آخر همه به کسانی که اول آمدند. آنانی که یک ساعت قبل از غروب شروع به کار کرده بودند پیش آمدند و هر یک مزد یک روز تمام را گرفت. وقت نوبت به کسانی رسید که اول آمده بودند، آنها انتظار داشتند از دیگران بیشتر بگیرند، اما به آنان به اندازه دیگران داده شد. وقت مزدوران مزد خود را گرفتند، شکایت کنان به صاحب تاکستان گفتند این کسانی که آخر همه آمدند فقط یک ساعت کار کردند و تو آنان را با ما که تمام روز در آفتاب سوزان کارهای سنگین را تحمل کردیم در یک سطح قرار داده ای. آن مالک رو به یکی از آنها کرده گفت ای رفیق، من که به تو ظلم نکردم، مگر تو قبول نکردی که با این مزد کار کنی؟ پس مزد خود را بردار و برو. من می خواهم به نفر آخر به اندازه تو مزد بدهم. آیا حق ندارم که با پول خود مطابق خواهش خود عمل کنم؟ چرا با سخاوت من بدبینی می کنی؟ به این ترتیب آخرین اولین و اولین آخرین خواهند شد. وقتی عیسی به طرف اورشلیم می رفت، در راه 12 شاگرد خود را به گوشه برد و به آنان گفت اکنون ما به اورشلیم می رویم و در آنجا پسر انسان به دست سران کاهنان و ملایان یهود تسلیم خواهد شد و آنان حکم مرگ او را داده تحویل بیگانگان خواهند کرد تا آنها او را رشخند نموده تازیانه بزنند و مصلوب کنند و او در روز سوم بار دیگر زنده خواهد شد. آنگاه مادر پسران زبدی همراه فرزندان خود پیش عیسی آمده رو به خاک افتاد و تقاضا نمود که عیسی به او لطف بنماید. عیسی پرسید چه میخواهی؟ گفت قول بده که در پادشاهی تو این دو پسر من یکی در دست راست تو و دیگر در دست چپ تو بنشینند. عیسی با آن دو برادر رو کرده گفت شما نمیدانید که چی میخواهید. آیا میتوانید جامی را که من مینوشم بنوشید؟ آنها جواب دادند بله بله می توانیم. عیسی به آنان گفت درست است شما از جام من خواهید نوشید، اما انتخاب کسانی که باید در دست راست و دست چپ من بنشینند با من نیست، زیرا کسانی در دست راست یا چپ من خواهند نشست که پدر من قبلا برایشان آماده کرده است. وقتی 10 شاگرد دیگر از این موضوع با خبر شدند، از آن دو برادر سخت رنجیدند. پس عیسی آنان را پیش خود خواسته فرمود شما می دانید که در این دنیا حکمرانان بر زیر دستان خود آقایی می کنند و بزرگانشان به آنان زور می گویند، اما در میان شما نباید چنین باشد، بلکه هر که می خواهد در بین شما بزرگ باشد باید خادم همه گردد و هر که بخواهد بالاتر از همه شود باید غلام همه باشد. پسر انسان نیز نیامد تا خدمت شود، بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیار فدا سازد.
وقتی عیسی شهر اریها را ترک می کرد، جمعیت بزرگی به دنبال او رفت. در کنار راه دو نفر نابینا نشسته بودند و چون شنیدند که عیسی از آنجا می گذرد، فریاد زده گفتند: ای آقا، ای پسر داوود، بر ما رحم کن. مردم آنان را سرزنش کرده و به آنها می گفتند که خاموش شوند، اما آن دو نفر بیشتر فریاد کرده می گفتند: ای آقا، ای پسر داوود، بر ما رحم کن. عیسی ایستاد و آن دو مرد را صدا کرده پرسید: چه می خواهید برایتان انجام دهم؟ آنها گفتند: ای آقا، ما می خواهیم که چشمان ما باز شود. دل عیسی سوخت، چشمان آنان را لمس کرد و آنها فوراً بینایی خود را باز یافتند و به دنبال او رفتند.